خدمت شما تاجداران و تمام اهورائیان، جاوید شاه، جاوید خاندان ایران ساز پهلوی و جاوید پرچم سرنگ زیبای شیر و خورشید نشان با تاج همیشه طلایی. خیلی سپاسگزارم از همه اجرامی که به هر حال پیگیر بودن و من تقریبا یک هفته در خدمت شما نبودم و عذرخواهی میکنم و به خاطر همینم چند سبایی است که همه ما میبینیم خبرهای بسیار بسیار باشکوهی در جریان برای پایان دادن فرقه دیکتاتوری آخوندیسم در ایران و پس از اون هم ما بسیار بسیار امشب داریم بسیار مهمی داریم. امیدی از آن باشید که و انتشار بدید که دوستان عزیز هم به ما بپیوندن، چون امشب ما بسیار تاریخی میخواییم این مسئله رو بینی کنیم و بخواییم که در این راه پر از هیاهو، پر از شادی برای مردم ایران توضیح بدیم که چه اتفاقاتی در شرف انجام هست. ضمن این که پادشاه عزیز ما در همین ابتدا بگم برای مادر نیکای عزیز نسرین شاکرمی پیامی گذاشتم بسیار بسیار زیبا را حضرت رضا شاه دوم ربایش و بازداشت نسرین شاکرمی نشانه‌ای آشکار از ضعف و هراس رژیم جمهوری اسلامی از زنان، مادران و ایرانیان حقو و میهن پرست است. بانو نسرین شیرزنی است که نیکای دلیل ایران را پرورش داد. پس از قتل فرزند جاودانش یا جاوید نامش چون سروی آزاد در برابر رژیم ایستاد و دروغ‌های صدا و سیما ضد ملی را افشا کرد. رژیم اشغالگر در تلاش است که این صدای حق طلبی رو خاموش کند، اما شعله آگاهی ملی خاموش نشدنی است. نسرین شاکرمی باید فوراً بدون قید و شرط آزاد شود. همه عزیزان سپاسگزارم از همتون، مهر شما جاودانه و امیدوارم به زودی زود اون چیزی که امروز برای شما توضیح خواهم داد، اتفاقات بسیار بسیار جالبی که در شرف انجام هست، ما رو به یک واقعیت ملی و ایرانی میرسونه که در آینده چه اتفاقاتی پیش روی مردم اهورایی ما قرار داره. دوستان عزیز و نازنین بدانید که جامعه ملایی در وحشت تمام داره به سر میبره و همونطوری که شما عزیزان بارها و بارها به این مسئله واقف جمهوری اسلامی توانی برای مقابله با مردم ایران و اهورایی ایران نداره، سیستم جمهوری اسلامی به یک سیستم هراس در درون خودش و پایان دیکتاتوریش داره نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه. امروز همه جوانب و همه مراتب محیای آن انقلابی است که ما دیر بازتر استارتش رو ایرانی ها زدیم و پایان دیکتاتوری رو با هم رقم زدیم و آرزوی این داریم که در روزهای آینده همه این مراتب رو با هم طی بکنیم و عاشقانه ایران اهورایی خودمون رو نجات بدیم. پس با این شرایط بسیار بسیار مهیا و مهیج کنار هم با هم و با تمام وجود می جنگیم، می میریم، ایران خود رو پس می گیریم. اما برمی گردیم به اخبار بسیار مهم و قابل تأمل در این روزها و جوانب مختلف این مسئله رو با هم به شور می زنیم و با هم به مسئله با دقت بیشتری توجه کنیم. بچه ها خوب گوش بدید که باز این رو بارها تکرار خواهم کرد. وضعیت ملاها در ایران به نحوی شده که خامنه ای در سوراخی مثل سنوار و مثل مراتب دیگری که نام برده شد، مثل حسن خرس‌الله و دیگران، این سوراخ رو گشادتر و تنگتر خودشون به وجود آوردن. یک بار گشاد بود، براشون رفت آمد راحت بود، میرفتن میومدن جولان میدادن. اما این بار یادتون باشه تمام مسئله حیاتی است برای ما ایرانی ها به خصوص. آقای نتانیاهو امروز گوی و میدان در اختیارش هست. جالبه بهتون بگم
هر آن چرا که پیش بینی بچه ها کرده بودن و بندم عرض کرده بودم خدمت شما تاجداران، دقیقا داره اتفاق میافته. همونطوری که بهتون قول داده بودم و گفته بودم که اسرائیلی ها بعد از جریان حماس در فلسطین و نوار غزه و امثال هم تمام بیروت و لبنان رو شخم خواهد زد، دارید میبینید و متعاقبا دارید نتیجه های پس از آن رو و پس لرزه های اون رو حس میکنید. سنوار رو دیدید به چه شکلی حذف شد و جالبه همین سنوار همان شخصی بود که تا چند روز قبلش 500 میلیون دلار از جمهوری اسلامی طلب کرده بود که به مراتب جنایات خودش ادامه بده. اما این 500 میلیون که ماهی هم 100 میلیون بایستی به او میدادن تا به هر حال کارشو انجام بده. اما یادتون باشه هیچ جنایتکاری و هیچ دیکتاتوری دوام نداره، قوام نداره، به خصوص ایدئولوژی هایی که طبیعتا شما میبینید جهان باشون مخالف هست. ولی من امشب دلایل مهم و اساسی این که دیگه داستان بر اساس براندازی جمهوری اسلامی خواهد بود رو براتون عرض خواهم کرد. این دلایل دلایل محکمی است که دیگه آقای نتانیاهو و تیم مربوطش باید به فکر این باشد که چه کار مهمی در عهد امروز و عهد قدیم باید پیوند بخوره. عهد قدیم همان چیزی است که ایرانی ها در زمان کوروش بزرگ مدیون ما هستند، این آقایون اسرائیلی. اما به اینجا ختم پیدا نمیکنه نازنینان من. وضعیت بیش از این، احساس خطر در جمهوری اسلامی بیش از اینه، احساس خطر در جمهوری اسلامی بیش از اینه، احساس خطر و مرگ در خامنه‌ای بیش از اینه. امروز وقتی حمله کردن به خانه آقای نتانیاهو، همه مراتب بچه های توسی و بچه های یه حلقه طلایی جمهوری اسلامی در فضای مجازی سکوت مطلق کردن. میدونید چرا؟ چون پاسخ آماده و همگن در راه براندازی شما قرار گرفته. یعنی جمهوری اسلامی و اسرائیل با هم در یک تقابل جدید به وجود آوردن یک صحنه مبارزه جدید وجود خودش رو اعلام کرد. چرا جمهوری اسلامی اومد با حذف آقای نتانیاهو هم بگه که ما توانستیم و هم بگه آقایون هنوز حزب الله و حماس سر زنده و سر کار هستن و دارن فعالیت میکنن؟ نه عزیزان من، حواستون باشه، سپاه ننگین آخوندیز، خوب توجه کنید، سپاه ننگین آخوندیز در منطقه مربوطه، یعنی جمهوری لبنان و فلسطین و امثال هم، بعد از، خوب توجه کنید، بعد از آمدن دور جدیدی از هجوم و ورود هفته اکتبر در سال نو، شما دیدید سپاه آمد در از طریق سوریه وارد همان منطقه خطرناکی شد و همان کاری رو کرد که باید، همان اشتباهی رو کرد که ما دقیقا منتظر آن بودیم. دیکتاتورها همیشه در انتهای حکومتشان نازکترین و سهلترین اشتباه دنیا رو میکنند. برای حذف یک دیکتاتور زمینه ها آماده باید باشه. شما زمینه های مختلف رو میبینید، میبینید که کشورهای حامی جمهوری اسلامی، علل خصوص، خوب توجه کنید نازنینان، علل خصوص چین و روسیه سکوت مطلق دارن، میدونن که پشت آنها رو چگونه بذارن زمین و خامنه ای دست تنها مونده. اما شما ببینید خامنه ای میاد و با فروش یا دادن یا اهدای چند پهباد به روسیه نشان خود افتخاری رو برای روسها اعلام میکنه. اما یادتون باشه روسها هرگز وفا ندارن، روسیه هرگز وفا نداره، به خصوص کشور اهورایی ما، به خصوص مملکت تاجدار ما، مردم اهورایی ما. حالا جالبه بهتون بگم اوضاع چرا اینقدر بالانس شد. اسرائیلی ها، این نکته بسیار طلایی، بچه ها توجه کنید، خواهش میکنم، این نکته بسیار طلاییه. ببینید
نتانیاهو تمام نیتش برداشتن دستهای مختلف ریشه های جمهوری اسلامی در نیروهای نیابتیش در کشورهای همجوار بود. اوکی، تا اینجا قبول، همه رو اینو قبول دارید و جمهوری اسلامی هم الحمدلله به رب الجلیل اینا هم قبول دارن. حالا جالبه بهتون بگم، روسیه ای که با او هم همدمه، او هم قبول داشت، چین هم همینطور، اما به این نکته مهم توجه نکردید. آقای بایدن و تیم دموکرات ها مشتاق بودن که دست از حمله به جمهوری و پاسخ به جمهوری اسلامی آقای نتانیاهو برداره. این تقابل اختلاف نظری باعث شد تا مدت زمانی برای جمهوری اسلامی خریداری بشه و جمهوری اسلامی در این بین داشت تکاپو میکرد تا زنده بودن خودش رو تثبیت کنه. حالا جالب اینجا رو بهتون بگم، بایدن اصرار داشت، جهان غرب اصرار داشت، اتحادیه اروپا اصرار داشت، ایتالیایی ها اصرار داشتن، همه اینها که به رفح حمله نکنید، رفح رو کار نداشته باشید، رفح رو بذار برای مردم، رفح رو. امروز برگ برنده آقای نتانیاهو همان رفعی شد که آقای سنوار در آنجا به حذفیت رسید. جالبه الان آقای نتانیاهو برگ برنده دستشه، برگ برنده ای دستشه که نمیتونه دیگه آقای بایدن یا دولت دموکرات ها یا اتحادیه اروپا ها یا مخالفینش مثل دیگر مسائل، مثل فرانسه، مثل شخصیت های مختلفی که با این روش و جمهوری اسلامی خوشایند بهتری داشتن، خوب توجه کنید، دیگه دستش برای آنها رو شد. الان نتانیاهو برگ برنده دستشه، خرید تاد و خرید نیرو تسلیحات نظامی راهش آماده تر و راهش مهیاتر شد. جالبه بهتون بگم بعد از این جریان مهم یه اتفاق ویژه هم افتاده، توجه کنید بچه ها، اینا مهمه، اینا نکته های بسیار کلیدی است. جمهوری اسلامی احساس کرد با حذف نتانیاهو میتونه کار رو تمام کنه و یه تنش یا بلانسی رو به وجود بیاره، اما نمیدانست که این اتفاقی که به وجود، درود امید، درود به بچه ها، درود به همتون، خوب توجه کنید عزیزان، صبورم باشید، من دو تا پیج رو باید چند بار بیارم بالا، بعد شما عزیزان رو بیارم. خوب توجه کنید نازنینان، جمهوری اسلامی فکر میکرد با حذف آقای نتانیاهو میتواند برای یک بلانس تاریخی و گرفتن یک امتیاز مقابل کی بیسته؟ مقابل اسرائیلی ها و جهان بیسته. بایدن هم متقاعد بود جنگ نباید بشود، چرا که در دور اول عملیات آبگرم کن این نتانیاهو بود، این نتانیاهو بود که میخواست پاسخ بده و این آقای بایدن بود که میخواست مانع بشه و موفق هم شد. یعنی جمهوری خواه ها نه، یعنی همان شخصیت هایی که امروز شما هریس رو یا بایدن رو و یا همان دموکرات ها در امریکا میبینید. اما امروز با این عملی که جمهوری اسلامی انجام داد و موفق هم نشد، این جمهوری اسلامی منظورم سپاه در خود، خوب توجه کنید، در خود منطقه بیروت و جنوب بیروته، بیروت رو شخم خواهد زد. باز دارم تکرار میکنم، قال علیه السلام سهراب، آقایون خوب توجه کنید، بیروت رو شخم خواهد زد، تونل ها رو شخم خواهد زد، منفجر خواهد کرد، تمام تک تک تروریست ها رو به ملکوت اعلا ارجاع خواهد داد. آقایون خوب توجه داشته باشید. اما نکته پایان که برای ما ایرانی ها بسیار حائز اهمیت و مهم هست، این دو نکته بسیار اهمیت داره. ابتدا اینکه وظیفه ما چیست که بعدش توضیح خواهم داد، اما قبل از اون به این نکته توجه کنید، جمهوری ملایان با این کاری که حذف رهبر سیاسی و نقطه اوج اسرائیلی ها و مخالفت با نیروهای نیابتیش امروز توسط این تشکلاتی که به وجود آوردن، معنای خاص سیاسی و کلید اساسی رو داد دست آقای نتانیاهو
که نتانیایی که گفتم براتون برنده شد در پیش نظر اندیشی و درست فکر کردن در مورد رفع و حذف سنوار که تمام اتحادیه اروپا و تمام اروپاییان و تمام مخالفین جنگ و تمام مجتمع المنافع هایی که از جمهوری اسلامی کسب درآمد میکردن همه و همه یک دفعه نتانیاهو شد بیبی به قول امیر هر دو عالم، یعنی هم عالم ما هم عالم اونا. حالا آقای نتانیاهو و آقای بایدن دوستی بیشمارتری رو در معرض راه دارن، یعنی اینکه تسلیحات پیشرفته تر، حمایت بیشتر امریکا و نظرسنجی و بالانس به نفع بیبی نتانیاهو شد. بیبی که همه شما میدونید او قصدش حذف کامل تشکلات و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بود تا قبل از این جریان امشب، اما امروز پاسخهای دلایل پاسخهای نتانیاهو و مردم ایران رو با هم به شور میذاریم که چرا اینجوری میشه. یک مسئله رو یادتون نره، جمهوری اسلامی دو بار با آبگرم کنه یک، عملیات آبگرم کنه یک و آبگرم کنه دو توانسته موشک بفرسته در اسرائیل. توجه داشته باشید نازنینان، دو بار آقایون ملاها توسط عمال نه از خاک اهورایی ما، توسط خود ملاها و سپاه و در توسط همان شرایطی که شما دیدید سپاهی ها اومدن فتوا دادن، هورا کشیدن، داد زدن و عاملان و عامدان جمهوری اسلامی هم رقصیدن. دو بار آبگرم کن فرستاده، موشک فرستاده به کجا؟ تلاویب. کجا؟ اسرائیل. و اسرائیلی ها این رو هرگز نه فراموش میکنن و نه اینکه راضی میشن در یک مصالحه بشینن و این مطلب رو به حل و شورا بگذارن. یعنی بایدن، میخوام بهتون بگم نه صد تا بایدن هم بیاد روش، این حمله اسرائیل و پاسخ به جمهوری اسلامی 100% اتفاق خواهد افتاد. و جالبه بهتون بگم که در این مسئله آبگرم کنه یک و آبگرم کنه دو ما مسئولیت داریم، ما مردم ایران مسئولیت داریم، که به اون هم خواهم رسید. اما در اینجا خوب توجه داشته باشید، تمام نمیشه، چون جمهوری اسلامی تمام هم مغمش تمام شرایط رو به نوعی برای خودش اینگونه تصور کرد که روسیه و چین در هر حالت در کنار او خواهند ماند. هرگز، هرگز، چون در شواهد گواهی و تاریخی وجود داره که روسیه پشت هیچ کدوم از دیکتاتورها نماند، بلکه منافع شخصی و مملکت خودش رو میبینه. و به زودی هم شما خواهید دید یک تقابل ویژه‌ای رو به وجود خواهد آورد در منطقه که بتواند اون کرسی که منتظرش بود و سهم خودش رو از این جمهوری اسلامی و جهان غرب و جهان اروپا و جهان امریکا و جهان دیگر کسب کنه. پس با هم در یک تراژدی بزرگتری افتادیم. حالا حذف خامنه ای و عمال جمهوری اسلامی 100 چندان قویتر، 100 چندان با پرواتر، 100 چندان مطمئنتر و روی میز نیست دیگه، توی کار ایران زمینه. حذف عمال جمهوری اسلامی در دستان شما تاجران چه خواهد شد؟ همه چیز به من و شماها بستگی داره. فقط اسرائیل میتونه کلید واژه رو به من و شماها بده. ما این کشور اهورایی رو باید با دستان توانای خودمون آزاد کنیم. فراموشتون نشه منافع اسرائیلی ها با منافع ما یکی شده. ما مخالف جنگیم، اما این جنگ جنگ جمهوری اسلامیه، این جنگ جنگ مردم ایران نیست. مردم ایران دشمن یا همان سر اختاپوس رو دیربازیست میشناسن و منتظر پایانش هست. شکاف در بین بیت رهبری چنان وحشتناک شده، توجه کنید عزیزان من، شکاف در بین طرفداران جمهوری اسلامی و ملاها
چنان بیشتر و بیشتر شده که جمهوری اسلامی از همین الان اعلام شده. خامنه ای جای بسیار حساس و دقیق گم شده، حسبش نکردن، گم شده، نمیتونه بیاد در اذهان عمومی دیگه، نمیتونه بیاد دیگه برای مصلاها و فتواها بیاد ادعا بکنه. میدونی چرا؟ چون یک باجی داد و یک گافی داد در عمل کردی که امروز خانه نتانیاهو رو در اسرائیل هدف گرفتن. پس بنابراین ما ملت ایران باید هوشیار باشیم، این گاف و این توازن رو به نفع خودمون، وطنمون، خاک ایرانمون و پادشاهمون رقم بزنیم. همه چیز محیاس دوستان من. من چند شبی بود مریض بودم، خودتونم میدونید که خیلی مشتاق هستم همه شبها بر اساس لایو ها و تفکرات در کنار شما با اخبار باشم، اما این اتفاق داره بچه ها پررنگتر میشه، پررنگتر از آن چیزی میشه که همه کارشناسان رو اینجوری به تأمل واداشته، همه دموکرات ها رو اینجوری به تأمل واداشته. دموکراتی دیگه پیدا نمیشه که بگه کار آقای نتانیاهو بده. چرا؟ چون کلید اصلی کار رو با دو حرکت زیبا تکمیل کرد. ابتدا حسب سنوار در نقطه ای که امریکایی ها میگفتن نباید اونجا رو بذارید، یعنی رفع، نباید به اون منطقه برید و اونجا نقطه امر بخواهد بود و نیروهای صاحب اثر چه بود اتحادیه اروپا که من میگم در حال سازمان دول، اینها اونجا بودن و اینها نمی... آقا سنوار تو خود سازمان ملل، حالا من نمیخوام، دول در اصل ریشه داشت، فداتون بشم دیگه، امروز تمام مدارک و شواهد داره نشون میده که چه اتفاقی پیش روی همه ماست. ما براندازان چه باید بکنیم؟ امشب عزیزانی که میان بالا، آقای اتحاد، آقای امیر، آقای ناصر، آقای دیگر عزیزان، سعی کنید روی ما چه بکنیم در این مواقع حساس مانور بدید. مردم، به ایرانم قسم، مردم ایران رو اگر آزاد میخواهیم که هستیم و میخواهید پایان دیکتاتوری و جشن رو در خیابان ها بگیریم، باید با هم کنار هم در خیابان ها به محض آن کاری که هر شکلی که آقای اسرائیل و نتانیاهو انجام داد، همه سرازیر بشیم به خیابان، سرازیر بشیم که کار رو یکسره کنیم. ما براندازیم، ما امروز نمیخوایم جمهوری اسلامی رو بره. ما از سالهاست رقم زدیم، ما سالهاست هزینه دادیم، ما سالهاست داریم کار رو تمام میخوایم بکنیم. این اسرائیل که تازه امروز به نتیجه رسیده، این بایدن و این آقای ترامپ رو هم دیدید، شنیدید، مراتبش رو گوش دادید. بچه ها، ابر و باد و مه و خورشید و فلک امروز در کارن تا من و شما کار رو یکسره و پایان دیکتاتوری رو رقم بزنیم. اما خب طبیعی است همه شما دوست دارید که هر چه سریعتر این اتفاق بیفته. اتفاقا این تقابل یکم فاصله ببخشید، یکم فاصله بین این تشکلات جمهوری اسلامی و سنوار و داستان حمله به خانه نتانیاهو یک کارنامه بهتری به ما داد. کارنامه این که تمام، خوب توجه کنید، تمام سردمداران از کوچیک تا بزرگ، از بچه ها تا فرزندان تا دختران تا زنهاشون تا نوه و نبیرشون توی تونل ها هستن، توی جاهایی هستن که براشون تعبیه کردن. یک پیشگویی در سازمان اعراب هست برای آقای اتحاد فرستادم، خوب توجه کنید. این پیشگو میدونی چی گفت؟ گفت دیگه از این به بعد سعی باید بکنه رهبر حتی دست نده با کسی، چون ممکنه در این راه دست یکی آلوده به سم باشه و اسرائیلی ها این کارو بکنن. گفت اسرائیل با تمام قوت و قوای خودش
در حصر جمهوری اسلامی و اساس مردم دموکراسی مردم ایران گامهاش رو قدمهاش رو محکمتر کرده. آقا ملایی شما نمیبینید دیگه براتون تو فضای مجازی بیاد کلورغی بخونه، بیاد داستان بکنه، بیاد برای شماها شعر و فلسفه ببافه. تمام مخالفین جمهوری اسلامی همه و همه اونا هم به نتیجه رسیدن که اسرائیل کارش درسته. تمام همراهان جمهوری اسلامی طی این 45 سال از آقایون اروپا و اتحادیه اروپا بگیرید تا آقایون امریکایی جمهوری خواه و دموکرات ها متقاعد شدن حدس آقای نتانیاهو یک چیزه، حذف کامل جمهوری اسلامی. بخشیش به خودش ربط داره، بخشیش به ملت ایران، روی ملت ایران سرمایه گذاری کرد. همونطوری که قبلا هم گفتم براتون، پیشبینی های قال سهراب علیه السلام شخم خواهد زد. کجا رو؟ حماس رو شخم زد. این بار کجا رو باید شخم بزنه بچه ها؟ این بار نتانیاهو تمام منطقه های ریز و درشت لبنان رو شخم خواهد زد. تونل ها رو دیدید؟ تونل هایی که یکی پس از دیگری منفجر میکنه دیدید؟ شباهت این تشکلات در فلسطین و نوار غزه رو دیدید؟ آقایون این اتفاق ها بی دلیل و همینجوری سرانگشتی نیست. این کاری که شما دارید میبینید بیت رهبری خالیه بچه ها. توی خیابان ها اگر شما 4 نفر شکلات نظام امروز میبینید حراس از حسب رهبریه. رهبر جمهوری اسلامی رو که خامنه ای باشه، اگر امروز تا به امروز خیلی ها به این عقیده بودن که نمیخوان او رو حذف کنن، امروز بدانید که عزم جهانی روی پایه های اساسی این مسئله محکمتر شد. سکوت روسیه رو نگاه کنید، میگه اگر مشکلی هست بین اسرائیل و آقایون ایران من میتونم حلش بکنم. نه عزیز من، تو نمیتونی اون رو حل کنی، به خاطر اینکه هیچ کس نمیتونه حلش کنه. دیگه نتانیاهو به حرف هیچ کسی گوش نمیده، منتظر تسلیحات بود، تسلیحات رو میگیره و با تمام وجودش. اتفاقا من اعتقاد دارم چند روز آینده پاسخها و جوابهای جمهوری اسلامی رو بیشتر حس خواهید کرد. جمهوری اسلامی دیگه از زیر زمین مثل خرس الله خامنه ای باید پیام بده، دیگه نمیتونه بیاد توی یک شو نمایشی برای مردم ایران، برای ملت ایران عرض اندام کنه. تمام شد داستان، تمام شد بچه های عزیز، دیگه امکان نداره این مسئله رخ بده. میدونید چرا؟ چون جمهوری اسلامی دست به کاری زد امشب و با رفتن به این مسئله، سوی این مسئله که رهبر اسرائیل رو بخواد حذف کنه، یک گذرواژه داد به جمهوری اسلامی که به جهان، به امریکایی ها، به موافقانش، به اطرافیانش که ما رژیم جمهوری اسلامی رو در حصر رهبری مصمم تر کردید. اتحاد عزیز، جاوید شاه بفرمایید، من در خدمتم، یه چای بخورم در خدمت عزیزان باشم. به نام ایران، به نام جامعه‌خواهان راه آزادی، درود بر شما جناب سهراب و همه دوستانی که در لایو هستن. سپاسگزارم که منو آوردیم بالا. امشب مسئله‌ای که میخوایم بپردازیم مسئله خیلی مهمی هست که واقعا در شرایطی قرار گرفتیم. همه میدونیم که جمهوری اسلامی رفتنیه و تو این شرایط کشورهای بیگانگان تو این موقعیت دارن سوء استفاده میکنن، مثل جزیره سگانه. دوستان عزیزان، من در تاریخ ندیدم که اینقدر مردم در خواب زده باشن. من پوزش میخوام یه رو میزنم وقتی که یک تمامیت ارضی ما که خط قرمز تک تک ما ایرانی هست، باید اینجا چیکار باید کنیم؟ از فرصت باید استفاده کنیم، نباید بشینیم تو خونه بگیم آقا هر چی شد. نه، ما باید حرکت کنیم، ما باید تلاش کنیم. بیگانگان میدونن که جمهوری اسلامی رفتنی هن،
دارن چی به تمامیت عظیم ما دارن دست میبرن. پس این تمامیت عظیم ما خط قرمز ما باید باشه تو این تاریخ. دارن میگن که این جزیره سگانه مال اماراته. این امارات اصلا در تاریخ وجود نداشته، داره الان دست میبرند به این جزیره سگانه. خود امارات مال ما بوده. بله دقیقا اینی که دوستان عزیزان چه باید کرد. ببین خیلی از این دوستان نوشتن جناب استاد نمیدونم پست میذاری نمیدونم چیکار باید بکنیم. خب آقا این اصلا سوال کردن واقعا مسخره است. چیکار باید بکنیم؟ خب الان من میگم آقا باید برید دم سفارت، چه داخل چه داخل ایران چه بیرون از کشور کشورها، برید بشینید تظاهرات کنین، اعلامیه بیانیه بدین، مردم رو جمع کنین و بگین جزیره سگانه تمامیت ارضی ما، خط قرمز ماست، تک تک ما ایرانی‌ها باید این کار انجام بدیم. دوستان عزیزان واقعا آخوندها دارن چی ایران سوخته دارن تبرید میخوام بدن. تو این موقعیت اساس تمامیت ارضی کشور در خطره. ما همین ما دیگه تو این پست ها دارن کشور اروپا اومدن دارن تلاش میکنن چی این جزیره رو بدن به امارات. پس دوستان عزیزان خواهش میکنم تلاش کنین و بیانیه بدیم، نامه بنویسیم به سازمان ملل آقا نباید این کار انجام بشه، نباید اینا جلسه بزنن برای تمامیت ارضی ما. پس کشور در خطره. کشور واقعا تا حالا که 45 سال تمامیت منافع ملی ما رو که بردن باز هم دارن چی چشم این سرزمین دارن و باز هم دارن. بس باید چیکار کرد جناب سراب؟ ما امیدوارم که مردم خواب زده نباشن، نباید خواب این زمانی که در این شرایط هستیم باید همه ما دست به دست هم بدیم و این کشور نجات بدیم. و دوستان عزیزان خواهش میکنم همه ما پست بزنین، استوری کنین، بیانیه بفرستین، نامه بنویسین، هر کاری که میخواید بکنین بکنین انجام بدین. چه داخل ایران، چرا سکوت کردین در داخل ایران؟ چرا بیانیه ندین مردم 80 میلیون ایرانی نرفته سفارت امارات؟ چرا آقایین بسیجی، آقایین سپاهی، آقایین ارتشی، آقایین که سپاهی که شما که بگیم ما وطن پرست هستیم، تمام ما جان و مال و گذاشتیم برای این کشور برای این میهن، چرا سکوت کردیم؟ بس کشور داره از دست میده. پس باید تلاش کنیم و همه ما این وظیفه ماست که باید این کار انجام بدیم و مجبور کنیم که آقا به اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دست یعنی دستتون کوتاه بشه. من صحبتم کوتاه میکنم، باز هم صحبت خواهم کرد در رابطه با حمله که میخوان انجام بدن. من صحبتم بعدا صحبت میکنم جناب استاد. خواهش میکنم من صحبت میکنم جناب امیر صحبت کنه. خواهش میکنم. درود بر امیر عزیز و سپاس از همه عزیزان. همه عزیزان بنویسید جاوید شاه. ببینید بچه‌ها به زودی در ایران داره اتفاقی میفته که من از همین الان دارم بهتون میگم تمام بار و بونهاتون رو ببندید، تمام کاراتون رو آماده کنید. این ضربه آخر رو کنار همدیگر باید کار رو تمام کنیم. بخش اول به اسرائیلی ها و انتقامی که امروز به خصوص از رهبرشون و جریان نتانیاهو بود که توضیح دادم. بخش دوم به ما ملت ایران بستگی داره که توضیح خواهم داد. امیر جان درود بفرمایید، من در خدمت. بچه درود، خیلی مخلصم. اولا که عرض ادب و احترام به همه عزیزانی که اون پایین کامنت گذاشتن، یه سری ها رو دیدم تونستم جواب بدم، یه سری ها رو ندیدم پشت فرمون بودم، ببخشید اگه جواب ندادم، به بزرگی خودتون ببخشید. اعتاد جان درود، یونس جان و بقیه دوستان درود. اگر کسی که دارم به صورت زنده دارم میبینن یا سیف شده شد توی یوتیوب، بچه‌ها کولاک کردین، دمتون گرم. بعد یه بحثی رو بکنیم. حالا جناب اتحاد عزیز یه صحبتی رو کرد، بچه‌ها به معنای واقعی همینه، از کوتاهی ماست که دیوار بلنده. اینو داشته باشیم یعنی پیش زمینه ذهنمون که اگر کمکاری بکنیم، اتفاقی که برای شمال کشورمون دریای مازندران افتاد که سهم ایران به اندازه یک مساحت استان اصفهان از ما قاپیدن،
بردن. این سکوت ما زمانی که توی جنوب کشورمون خلیج طاقابت فارس، دریای عمان، اون اتفاقی که برای بچه های سیستان و بلوچستان افتاد، نرفتیم کنارشون وایسیم، این بعد اومد و دودش آخر سر رفت تو چشم تک تک ما. این حواسمون باشه. یه صحبتی هستش که این اتفاق امروز افتاده، بحث ترور نافرجام بی بی دو عالم نتانیاهو، که سراب بدون رودربوسی، بدون رودربوسی بعد قبری واسه خودشون کن. اینو یه ذره میبریم عقب‌تر که اینا داشته باشیم گوشه ذهنمون که بچه‌ها تو این چند روزه هی دارن تو تپ میزنن، مخصوصا دول اروپایی، مخصوصا یه سری از کشورهایی که میخوان این داستان ختم بشه و از منافع اون داستان پشت پرده استفاده کنن، دارن تو بوق و کنا میکنن که اوکی تو که حالا دیگه یحیی سنوار رو زدی، تو اونو زدی، تو اینو زدی، بیا کوتاه بیا، بیا آتش بس اعلام کن، صلح اعلام کنیم و تموم شده. خب منتظر یک فرصت بود. فرصت از کجا باید به دست بیاد؟ میریم دوباره عقب‌تر. زمانی که اسماعیل هنیه رو توی ایران زدن، جمهوری نکبتبار اسلامی نمیتونست کاری بکنه. چرا؟ چون یک تروریست رو کشته بودش و تو قانون کنوانسیون جامعه یعنی کشورهای جهان این هستش که شما یه تروریست رو هر جای بزنی ناکوت کنی هیچ اشکالی نداره. به خاطر همین موضوع رجوع کرد به بالهای خودش، به دسته خودش، هشت و شعبی، حماس، نمیدونم اون کوفت و زرم که اون اتفاق افتاد و بحث داستان هفته اکتبر رو اون داستان ها به وجود. زمانی که اتفاقی برای سفارت جمهوری اسلامی افتاد، از لحاظ قانونی میتونه جمهوری نکبتبار اسلامی پاسخ بده که یه چند تا آبگرم کنم حواد. ولی تو داستانی که امروز اتفاق افتاده، بحث زدن اون لیدر یک مملکته، بحث زدن یک شخصیتی هستش به نام رئیس جمهور یک مملکت. این وارد بحث اصلا شطرنج یه چیز دیگه ای شد. یعنی چی؟ یعنی جلوی اون خاطره آینده‌ای که اروپا بذاره جلوی نتانیاهو که برگرده بگه که خب حالا بیایم وارد صلح بشیم، این اتفاق بیفته، این نمیدونم خاورمیانه به چالش بدتر گرفتار نشه، این موضوع جلوشو بست. چرا؟ چون امروز برمیگرده نتانیاهو، برمیگرده میگه که آقا این اتفاقی که افتاده اومدن در اصلی سرباز و اومدن ترور. اون از این دیدگاه مردمش و تمام سربازا به این دیدگاه دارن، علاوه جامعه بین‌المللی هم همین هستش. و به خاطر همین موضوع جمهوری اسلامی در روزهای آینده اون اتفاقی که ما میخواد، حرفی که سهراب زد، حرفی که بچه‌ها زدن، خب چه اتفاقی؟ اسرائیل تحت هر شرایطی اومده چند تا نکته رو گفته، گفته آقا من یک با مردم کاری ندارم تحت این شرایطی. پس ما باید حواسمون باشه یک سری از نکات امنیتی رو خودمون رعایت کنیم. در ابتدا اونایی که نزدیک پادگان‌ها هستن، نزدیک لانچرها هستن، کسی که تو اصفهان هستن، میدونین کجا رو دارن، از اونجا 100% دوری بکنید. تو این چند وقته اگر سفر پروازی داریم با هواپیما می‌خوایم بریم و اونور، حداقل تا بعد از انتخابات نریم. البته خیلی‌ها وعده زودتر رو دادن، حالا سر اونم بحث می‌کنم. تو این چند روزه این کارا رو انجام. مسئله از همه چی واجب‌تر، اسرائیل حتما میاد زیر ساختای یعنی چشم جمهوری اسلامی رو میاد کور میکنه. اون سیستم پدافندیش هستش، رادارش هستش، اون زیر ساختای موشکیش و موشک اندازش رو میزنه. در اون برم گفته آقا من چون اتفاقاتی که کپی پیس اسرائیل و حماس و اون داستانا باشه، من سرانم میزنم، سران سپاه رو میزنم. ببینید به کجا رسید، ببینید که خامنه ای سر داستان این نیل فروش ها نیم از سر جسد این کسافت بخواد نماز میت بخواد، که برگشت داد به کی؟ داد به اون یارو مردی که لوق قلمتی، همونی که تا چند روز پیش کوف نظام، آره، علم الخدا و عبای خودشو فرستاد. یعنی از ترس که بهتون میگم زیر زمینه اینجاست. بفرد دقیقا همینه که این اتفاق افتاد. تمام اینها نشون از یک چیزه، ترس. این ولایی یا این ارازشه، اینا که امروز دارن تو بوق و کنا دارن میکنن، چون یکی دوتا کانال تلگرامیشون من دارم میبینم. ببینید بزرگترین و بزرگترین اون ترفند و اون دستاورد خودشونو اینی میدونن که از زیر زمین اومده روی زمین، چپی دور چیزش بوده و یه دونه چوب پرتاب کرده. این بزرگترین دستاوردشونو که امروز توی تهران بیلبورد زدن که حماس زنده است. بچه‌ها اینا حواستون باشه،
حماس با حزب الله خیلی فرق می‌کنه از لحاظ دیدار. حزب الله اون داستانش اون حسن خرس الله بود، در اصل یک شیعه بود. اینا اصلا شیعه نیستن، اینا اصلا کاری به اون هلال شیعی ندارن، اینا اصلا خامنه ای رو به یه برشون هم حساب نمی‌کنه، چه بخواد به دو برشون حساب کنه. اینا زمانی که یکیشون اسماعیل هنیه وقتی توی ایران ترور شد، بردنش توی امارات و اونجا قسلش دادن. یعنی اصلا این و داستان آداب و رسوم مسلمانای شیعه رافضی رو اصلا کلا به سیخ گرفتن، به هیچ جاشون قبول نکرد. ولی اینا چون داستان مایه میشه، داستان پول میشه و برای اون هدف پسش این اتفاقات میفته. حالا تو شرایطی که هستش سهراب جان، اما سهراب بچه‌ها بزرگ، ما برای انقلابمون، اینم یه سری از بچه ها از اینه که البته من اینا رو پادشاهی خواه قبول ندارم، هر کسی که پرچم مقدس گذاشت و حرفی زد فلان کرد نمیشه بهش اطمینان. ما امروز شاهزاده رضا پهلوی مگه نگفت، گفت آقا یا با مایی یا بر مایی. گویا صحبتش به کی بود؟ به دوله اروپایی، به کشور غربی. که آقا ملت امروز نسل شیک پاسارگادی، پاسارگادی مخبادی مسیر خود هم دارم میزن، مسیر خودش رو انتخاب. بچه قلب بغل رو بزنید اگه میخواین لایو چیز نشه، قلب بغل رو بزنید چون لایو داره دارم میزنم. شاهزاده رضا پهلوی وارث تاج‌وتخت خطابش رو کرد به کلیه کشور، گفت این نسل مسیر خودش رو انتخاب کرد، مسیرش هم کف خیابون ثابت کرد، نو جمهوری رو گفتیم، تو تمام خیزش هامون هم بود. پس این ملت، این مردم تکلیف خودش مشخص کرد. اگر میخواهیم که توی ایران اتفاق بیفته، به محضی که دیدیم، چون توی ایران همون سهراب کیا میان توی خیابون؟ کسایی میان که توی 1401 دیدیم، 1401 میگفتن عربی صحبت میکردن. توی جریان خدمت رو عرض کنم که پیجرها یک چیزی حلوش میگن، نمیدونم خدایا 22,000 20,000 2,000 خلاصه از اینا رفتن سرشون در راه اسلام به فاک عظما داد. شما حساب کنید امروز جمهوری اسلامی به جایی رسیده که توی محور مقاومت سردسته‌ای نداره، خدمتتون عرض کنم که فرمانده‌ای نداره، مجبور شده از فرمانده‌های داخل ایران استفاده کنه تو جبهه مقاومت. به خاطر همین هستش که چند روزه دارن تابوت بردارن میارن به سمت ایران و که آقا این کثافت بیا سر امام نماز میت. پس یه بعد دیگه ما پیروز هستیم، چون فرمانده هایی که کف خیابون مثل اون بی پدر مادری که برگشت گفتش که ما سرمون رو میبریم و فلان میکنیم، خیلی هاشون نیستن، خیلیشون به درجه رفیع خدا رو شوی، به درجه رفیع شهادت رسیدن. سربازان موسا چوبش رو بردار کردن تو ماتت سربازان محمد، حالا فکر کنم این دفعه زور اینا بیشتر. بعد مسئله بعدی که میمونه، خب این اتفاق کف خیابون درست میشه، درسته چطوری؟ درست شعار درست، پرچم درست. اونجا هم داشته باشیم که ترامپ برگشت از اگر اشتباه نکنم پاتریک همون ارمنی ایرانیه، ارمنی امریکاییه، برگشت از ترامپ یه سوال کرد، واقعا شما دوست داریم برگردیم به زمان قبل از شورش پنجاب، زمان ایران پدر معامله شده پهلوی؟ تو یک کلام یه حرف خیلی قشنگی زد، گفت داداش ما اینقدر خودمون گرفتار هستیم که اصلا نمیدونیم، ما فقط یه چیزو می‌خوام، جمهوری اسلامی به سمت انرژی هسته‌ای نره، کاری هم تو منطقه نداشته باشه. خب این حرف بدی نزده که بچه که ما امروز بخوام، مگه ما قرار شده که رو کسی حساب کنیم؟ مگه ما باید اصلا باید رو کسی به جز شاهزاده رضا پهلوی وارث تاج‌تخت مثلا باید حساب بکنیم؟ اگر ادعا میکنیم پادشاهی خواستیم، رجوع بکنیم به اونجا که شاهزاده رضا پهلوی وارث تاج‌تخت، میرن تو واشنگتن، میاد بیرون ازشون سوال میکنن الان حضرت چی شد؟ آقا یه خواستایی از من داشتن که تو مرام من نیست، تو داستان من نیست. دیدین به بحث منشور و اونجا که اومد برگشت یه دفعه زدن زیر کاسه کوزه به پشتوانه ما مردم فهم که متوجه شدیم داستان چی هستش، دست خودشون رو قلبشون گفتن که یه تیکه از این مملکت هم خوزستان آذربایجان نباشه، میخوام ایران هم نباشه. خب اگر به این فهم رسیدیم، شعار و پرچم درست میخوام. پس ما علاوه امروز علاوه کف خیابونم مطمئنم ما توی قدرت قرار داریم، فرماندهان نظامی ندارن، اون کسایی که میوادن کف خیابون عربده میکشیدن ندارن،
عربایی که میوادن کف خیابون بچه ایرانو میکشتن ندارند. شعار درست پرچم، بچه که تو ایران هستیم استدعا میکنم از خواهش میکنم شروع کنیم به پرچم مقدس سه رنگ شیر و خورشید نشان تاجدار رو تولید کرد. استوری هم کردیم، هر کسی بلد نیست بیاد نحوه درست کردنشو بهش توضیح. خیلی هم راحت. اما سراب اینم بگم، هر زمانی که میخوای صحبت کنی بگو، من لایو میذارم در اختیار. بسته است مایک. مایکت بسته است. مایکت بسته است. معذرت میخوام. میخوام بریم چون توی جریان واقعیت تر، چون اینا مواردی هست امیر جان که به امید خدای ایران، من فکر کنم پریشب با تو صحبت کردم با خودت، گفتم وضعیت خیلی اسفناکتر از این چیزیست که بچه ها فکر میکنن. مطمئن باشید بچه های از دالا، امیر عزیز به من زنگ میزد احوالمو میپرسید، سپاسگزارم از همه عزیزانی که لطف کردن. ببینید وضعیت بچه های عزیز از قرمز هم قرمزتره. ما جمهوری اسلامی از خط قرمز نبایستی عبور میکرد، کرد. امروز این عمل کرده او یک امضای چک سفید امضا داد به نتانیاهو که در از مقابل عمل کرده او عمل کرده واجبتری رو انجام بده. اگر تا به امروز فکر میکردید میاد چهار تا پادگان سپاهی رو بزنه و بره، نه عزیزان، حذف فیزیکی رهبر، حذف فیزیکی عمال جمهوری اسلامی و بسیج و سپاه در اون رأس هرم قرار گرفت. یعنی میخوام بهتون بگم همون بستری که ما آمادش بودیم، همون بستری که ما احتیاج داشتیم، همون جایی که ما میخوایم کار رو تموم کنیم، ما بچه های عزیز به اون نقطه میرسیم که به امیر گفتم ما لایو گذارا باید همین یه جا میشیم، ما لایو گذارا باید تدارکاتمون محکمتر و مستبدتر اون چیزی باشه که قبلا بودیم و با اراده بیایم مسیر درست قرار بگیریم. چون وضعیت بچه ها فراتر از اون چیزی که فکر میکنید. دوست عزیزمون یونس هم اومده، سپاسگزارم یونس جان. من یونس رو ندارم، من فقط شما رو داشتم معذرت میخوام یونس جان. معذرت میخوام یونس جان. درود. خواهش میکنم در خدمتم. من فقط کوتاه برای مقدمه عرض کنم که همونجوری که جناب سهراب گفتن، جمهوری اسلامی و عواملش امروز دچار یک خطای تاکتیکی شدن توی این نبردی که بین خودشون با اسرائیل شروع کردن و اون حمله و قصد ترور یک مقام رسمی یک کشور، یعنی مقامی که میتونه کلیه برآوردهای نظامی و اون چیزهایی که توی ملاحظات نظامی و سیاسی رو میتونست به هم بزنه، مقام نظامی نبود که بگید شما مثلا نیل فروشان رو زده. نیل فروشان یک مقام نظامی بود. یا زاهدی رو زده توی سوریه، یک مقام نظامی بود که اکثریت اینایی هم که اکثریت که همه اینایی هم که کشته شدن از مقام های نظامی جمهوری اسلامی، حزب الله توی بیشتر کشورها به صورت غیر رسمی یک سازمان تروریستیه. سپاه پاسداران توی بسیاری از کشورها به صورت غیر رسمی یک سازمان و نهاد تروریستیه. و این که اینا نیل فروشان رو زدن یا زاهدی رو توی سوریه زدن، یه فرد تروریست حساب میشه. ولی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یک مقام رسمی سیاسی حساب میشه، نه نظامی. و حمله به خونه شخصی یه شخصی که مقام رسمی کشوره و قصد به ترور اون و کشتن اون، یعنی اعلام جنگ رسمی. شما فکر میکنید جنگ جهانی دوم چجوری شروع شد؟ هیتلر اومد گفت توی مرز لهستان چند تا از سربازای منو زدن کشتن، حمله کرد به لهستان. چه اتفاقی افتاد؟ جنگ همینجوری شروع میشه. جهانی اول هم همینجوری این حالتی داشت. دقیقاً. یعنی منظورم بهانه‌ای بود که علناً دست بیبی نتانیاهو دادن اینا. یعنی گفتن آقا ما تنمون میخاره، ببخشید اینجوری میگم،
من در خدمتتون هستم. حالا صحبت پیش اومد دوستان دیگه هم صحبت بکنم. در خدمتتون هستم. اتحاد عزیز بعدم امیر خان. اتحاد جان بفرمایید. من در صحبت شما در رابطه با حمله اسرائیل به ایران. در رابطه با حمله اسرائیل چند وقت پیش از بایدن سوال کردن که کی و چه تاریخی به ایران حمله میشه. خود بایدن گفت که من تاریخشو میدونم، روزشو میدونم، ولی به شما نخواهم گفت و صد درصد این اتفاق خواهد افتاد. ببین جناب سهراب و عزیزان که تو لایف هستن، این نظر من، این تحلیل منه. من به نظر من آقای نتانیاهو داره لاس میزنه با این جنگ، به خاطر این که زمان جنگ ایران و جنگ عراق و با آمریکا همین اتفاق شد که با عراق لاس زد. زمان انتخابات جنگ شروع شد، یعنی دوره بعد دیگه چی انتخابات نشد. به نظر من همین اتفاق داره چی با ایران داره همین کار انجام میده. این نظر منه، نمیدونم، هر کسی یه نظر داره. من فکر میکنم همین اتفاق با بایدن، وقتی اون روز سوال میکنه ازش، وقتی میگه آره دقیقا من میدونم که چه روزی چه تاریخی به ایران حمله خواهد شد، میدونم و نخواهم گفت، به نظر من این اتفاق خواهد افتاد. و به خاطر که بایدن دوباره دور و بعد که همین خانومی که هست میخواد انتخاب بشه و باید، یعنی ترامپ نیاد سر کار، این اتفاق صد درصد اتفاق خواهد افتاد. این نظر من منظورش تحلیلی هستن هم پیمان یا هم حزبی آقای دقیق. این نظر من، من به نظر من جناب سر با همه دوستانی که تو لایف هست، این نظر من. اما دوستان من خواهشی که میکنم بیرون از کشور، جوانانی که واقعا تحملی که واقعا بدن، نظر بدنی از نظر واقعا مریض نیستن، واقعا میتونن کاری انجام بدن برای میهن، من خواهش میکنم زمانی که حمله به ایران شد باید مردم، اون کسایی که در کشور خارج هستن، خودشون رو برسونن تو کشور. آفرین، این خیلی مهمه. آره، کسایی که توانایی بهتر توانش دارن، نذر نشینین توی بگی آقا مردم، نه، برین لبمت وارد کشور بشین و براندازی کنین. حکومت جمهوری اسلامی براندازی باید بشه. و چند وقت پیش ببین از آقای ترامپ پرسیدن، اینها دوست ندارن که جمهوری اسلامی بره. چطور سال 57 شما دخالت داشتیم برای این انقلاب، ولی الان نمیخواید دخالت کنیم؟ میگه خودمون، ما خودمون نمیتونیم اداره کنیم. اون زمان خودتون میتونید اداره کنیم، حمایت کنیم و منافع ملی ما رو اشغال کنیم. اما امروز که مردم احتیاج به شما دارن، من این مردم چشمشون به شما هستن، میگه آقا ما نمیتونیم خودمون اداره کنیم. نه، اینطور نیست. شما میتونید اداره کنید، چون به خاطر که منافع ملی شما در کشور جمهوری اسلامی هست، به خاطر همین که میخواید نمیخواید حمایت کنید. اما مردم ایران، 80 میلیون مردم، میلیون ایران همه بیدارن و مطمئن باشین که کشور پس میگیرن و به دست خودشون جمهوری اسلامی رو چی به زیر میکشن. من خواهش دارم که هست جناب سهراب و همه دوستانی که تو لایف هستن و اونایی که بعدا صدای منو میشنون، باید چی، اونایی که در کشور خارج هستن باید چی حمایت کنم و برسونم توی کشور و جمهوری اسلامی رو براندازی کنم. و دوستان، جمهوری اسلامی یعنی اروپایی یا آمریکایی نمیخوام برن، اینو مطمئن باشین. من صحبتم کوتاه میکنم باز. خب این نظر شخصی آقای اتحاد عزیز بود که طبیعتاً بسیار زیبا و با احترام خیلی جالب بیان شد. اما خب هر کسی یه نظری داره. اما یه چیزی میخوام بهتون بگم، ما فراتر از این هم رسیدیم بچه ها. حالا در بخش بعدی جناب امیرخان خودش افتاد، دوباره میگردم بالا، متاسفانه افتادن. امیر عزیز اگر هستن برید بزنم من بیارمشون بالا، تا پیج خودم رو نیارم، گفتم این عزیزان بتونن صحبت کنن. ببینید یونس عزیز در این مورد فکر کنم توضیح بده و آقای اتحاد توجه داشته باشید بچه ها. سکه کاملا به نفع آقای نتانیاهو، نه اسرائیل، آقای نتانیاهو دقیقا افتاده وسط، تمامش شیره دیگه، خط نیست، شیره. خب چرا؟
دلیلش این بود. من بارها عرض کردم بزرگترین دیکتاتورها آسانترین اشتباه و سهلترین اشتباه رو برای حذف خودشون انجام میدن. شما نگاه کنید یه بخش مهمی از مسئله رو سنوار میاد چند روز پیش 500 میلیون دلار از جمهوری اسلامی طلب میکنه و ماهی 100 میلیون دلار، شوخی نیست، این پول مردم ایرانه، این از جیب شما بچه های برانداز و مردم اهوراییه. چرا؟ دیدید کجا زندگی میکرد؟ توی کدام سوراخ بود؟ دیدید چه سرنوشتی پیش اومد براش؟ خرس الله هم همینطور بود. ببینید صدام حسین هم همین بود، بن علی هم همین بود. جالبه بهتون بگم تمام دیکتاتورها توی سوراخن، زیر زمینن، اواخر عمرشون، دقیقاً به یک کیفیتی میرسن، به یک بخشی میرسن که دیگه توان مقابله با هیچ چیزی رو نخواهند داشت. و اتفاقا این سوراخ موشی که این دوست عزیزمون نوشته درسته، حالا در تمثیله، ولی جالبه بهتون بگم الان هم خامنه ای هم در اون سوراخ موش رفته. خامنه ای، شما نگاه کنید عزیزان من، خامنه ای هم دقیقا همونجاست. دیگه خامنه ای رو در مصلایی نخواهید دید، دیگه خامنه ای رو برای یک پخش زنده نخواهید دید، دیگه خامنه ای حتی تا چند روز آینده منافع ملی رو صرف کاملا در عیان میاد و به قدرت به همه اعلام میکنه. منافع ملی صرف عقیده ایدئولوژیش باید بشه. تا الان اگر یک جایی شک داشتن خیلی از بچهای طرفدار حکومت نظامی، نظام جمهوری اسلامی، که میگفتن ممکنه مثلا فرض بفرمایید خامنه ای ملی گرایانه کار بکنه از نظر دیدگاه اونها، نه عزیزان، چند روز آینده میاد مثل سنوار میگه 500 میلیون دلار به من بده، مایی هم 100 میلیون برای من بفرست، یه پی سی هم خرج نمی کنیم، میخوایم با اسرائیل و حرکتهای ایزایی و تروریستی حسب اسرائیلیا بکنیم. خب اسرائیل هم که ساکت نمیشینه، اسرائیل اصلا شیرازه. ببینید هر حرفی اسرائیلیا بزنن از صمیم قلب میزنن، یا نمیزنن یا اگر زدن انجامش میدن. شما نگاه کنید هرچه نتانیاهو رو میخوان بهش بگن بقبولنن، تاریخ حمله و حرکت شما به جمهوری اسلامی، نه ایران، جمهوری اسلامی، توجه داشته باشید، تاریخ که نمیگه، امکان نداره. بایدن میاد میگه من میدونم که یه تاریخش، ولی دروغ میگه، هیچ گونه دموکراتی راستگو نیست در امریکا رو دارم میگم. نمونه هاش هم کارتر رو دیدید، نمونه هاش هم اوباما رو دیدید و و و و. اما یه اتفاق جالبی است آقای یونس عزیز و اتحاد افتاد. این اتفاق جالب سکه رو کاملا برگردوند. من بحثم روی اینه. ببینید وقتی آقای جمهوری اسلامی آمد و در حذف فیزیکی رهبر یک کشور دخالت بکنه، با توجه به این که بار اول آبگرم کنه، عملیات آبگرم کنه یک رو انجام داده و دموکرات ها و امریکایی ها و اتحادیه اروپا که منافعشون در بودن جمهوری اسلامیه، میان او رو سرد میکنن، نتانیاهو میپذیره، میگه باشه عیبی نداره، ولی من روند کارم رو در حماس انجام میدم، در لبنان هم انجام میدم تا گروگان هامو بگیرم، میره جلو تا منطقه‌ای که امروز شما دارید میبینید حماسی وجود نداره، فقط رفع مونده بود و اون هم اصرار بایدن و ندادن تسلیحات و پافشاری هریس و پافشاری تمام اتحادیه اروپا بر این بود. و خود آقای مکرون در فرانسه، حواستون باشه، و اون خانمی که در ایتالیا امروز هم سفر داشته به لبنان، یادتون باشه رفع رو برای امنیت سنوار گذاشته بودن، اما اسرائیلی ها و همون نتانیاهو یا حرف نمیزنه یا عمل میکنه، آمد و رفع رو گرفت و با اون عملیاتی که انجام داد به صورت اتفاقی یا غیر اتفاقی سنوار از درونش در اومد. حالا جالب اینجا سنوار کسیست که امریکایی بیشتر کشته تا اسرائیلی، فلسطینی بیشتر کشته تا اسرائیلی، بچه ها توجه کنید ایرانی بیشتر کشته تا اسرائیلی. چجوری بهتون بگم؟ سنوار اسرائیلی بیشتر نکشت، بچه ها امریکایی بیشتر کشته تا اسرائیلی.
فلسطینی بیشتر کشتا اسرائیلی، ایرانی بیشتر کشتا اسرائیلی، همین سنوار کشته میشه. خب امروز دموکرات ها لذت میبرن، الان برگ برنده دموکرات ها همینه که بله در دوره بایدن این اتفاق مهیج افتاد، این برگ برنده دموکرات هاست، هریس داره روی اون مناو میده. اما من و شما بچه نیستیم، من و شمایی که کف خیابان هستیم موضوع خیالی دنبال نمی کنیم بچه ها، ما براندازیم. ما ببینید ما آستینا رو خیلی وقت کشیدیم بالا، ما میخوایم حلقوم بگیریم. امروز بستر آماده شد، این کلید منتظرش بود. خیلیاتون میومدید به من زنگ میزدید میگفتید آقا سهراب نه جنگ نمیشه، مطمئن باشید کلاهبرداریه، نه اصلا نمیاد، نه فلان. من گفتم بابا ما با جنگ مخالفیم اما اصلا امکان نداره که نشه. میدونید چرا؟ چون جمهوری اسلامی دو بار، نه یک بار، دو بار یونس جان، دو بار حمله کرد به اسرائیل و بار اول پاسخ نگرفت، بار دوم پرروتر شد. یعنی همان کاری که ما در صیادی صیادا انجام میدن، قبل از اینکه ماهی بگیرن میرن یه مقداری غذا میندازن اون منطقه تا ماهی ها آموزش پیدا بکنن، آمیخته بشن با اون غذا و بعدم بیان اون ماهیگیریشون رو بگیرن، کاری که در صیادی های مختلف انجام میدن. اسرائیل امروز ناخواسته یک گام جلوتر هم رفت با این پهبادی که این پهباد فکر میکنید از کجا اومده؟ از دل جمهوری اسلامی اومده. این که از روسیه نمیاد، این که از سوریه نمیاد، این که از حوثی‌های یمن نمیاد، این از کجا میاد؟ جمهوری اسلامی. ما قبل از این که جریان، خوب عزیزان توجه کنید، ما قبل از این که بچه همه بنویسید جاوید جا، شما هرچی بیشتر مطالب مسیج کنید اینجا یا کامنت بذارید بار لایف بالاتر میره، خیالتون راحت. بنویسید جاوید شاه خفه شود، در ضمن به جای جاوید شاه کنارش هم بنویسید ما در کنار مادران 98 و الا ماشاءالله هستیم، ما مدیون این خاندان هستیم، ما مدیون فرزندان اینا هستیم. بخش پایانی صحبتم که آقای یونس ادامه بدن، توجه کنید نازنینان، جمهوری اسلامی این پهبادها رو توسط سپاه چند وقت قبلش یونس اومد در من تلویزیون دیدم، گفت ما پهبادی درست کردیم که رادار گریزه و اون سه بعدی عکس رو بسیار زیباتر از هر باری که کشورهای مختلف دارن، ما اون سه بعدی عکس و تصاویر رو نمایشش رو با کیفیت HD فوق HD پخش میکنیم. خیلی جالبه ها. خب این اتفاق افتاده، این پهباد توسط جمهوری اسلامی، حالا 5 تا 6 تا 10 تا توسط همان هواپیمای عراقچی و همان هواپیمای قالیباف تشریف بردن، در همان جا تحویل اینها دادن. در کجا؟ در منطقه‌ای که صلحبانان سازمان ملل وجود داشتن، اسرائیل نمیتونست اونجا رو بگرده. این پهبادها امروز به نام پهبادهای انتحاری ازشون نام میبرن. میدونید چرا؟ چون اینها بمب رو میذارن توش و از اون رادارگوریز میگذره، مقصد رو با خود پهباد منهدم میکنه، یعنی پهباده میزنه به هدف، برگشتی توش نیست. خیلی جالبه. خب اینها با وجود این مسائل، یعنی شما بشینید یه 5 دقیقه فکر کنید، آقای نتانیاهو اصلا یونسه. آقای یونس شما وقتی ببینید که آقای نتانیاهو هستید، من به شما حمله کردم، من جمهوری اسلامی با پهباد، شما زن و بچت رو هم میخواستم هدف بگیرم، آیا با توجه به آبگرم کنه 1 و 2 و امثال مسائل، شما برای حسم من تلاش خواهی کرد متقابلا، یا برای اینکه بیای در یک مصالحه بایدن آسا بشینی با جهان غرب برای منافع جمهوری اسلامی و اروپا و امریکا در مصالحه بشینی که از خیر این مسئله بگذری؟ آیا تو تا آخر عمرت در حراس این نخواهی بود که من یه پهباد برای تو بفرستم؟ بفرمایید، من در خدمتم. در خدمتم. خیلی ممنون. من میخوام یه توضیح کوتاه بدم دوستان، ممکنه شاید زمان ببره، ولی دید خودم رو میخوام نسبت به این قضیه بگم و فرق جمهوری اسلامی با سیستم های مملکتداری دیگر رو بگم بهتون. دید خودم، ببینید توی جمهوری اسلامی وقتی اسرائیل اومد سران این محور شرارت رو هدف قرار داد و یکی بعد از یکی رو توی تهران کشت، اون یکی رو توی سوریه کشت، این یکی رو نمیدونم حسن خرس‌الله رو اونجا کشت،
و جمهوری اسلامی چند روز مدارا کرد، نشست، نگاه کرد، دید داره آبروش میره، و ارتش 180 تا 181 موشک بالستیک فرستاد سمت اسرائیل. موشک بالستیک موشکی نیست که شما بگید اوکی این یه موشکه که فرستاده دیگه، با موشکای دیگه چه فرق داره؟ خیلی فرق داره. یعنی 180 تن مواد منفجره، 180 هزار کیلو مواد منفجره، هر کدوم اینا میتونست 1000 کیلو بار مواد منفجره با خودش داشته باشه. یعنی یه تصمیمی که میتونست عاقلانه انجام بشه بر حسب این که من آبروم پیش طرفدارام نره یه کاری بکنم، هنیه کشته شده، این یکی رو زدن، خرس الله رو زدن، همه رو جمع کردن، شد 181 موشک بالستیک که فرستادن سمت اسرائیل. ولی اسرائیل چی کار میکنه؟ اسرائیل دارید میبینید رایزنی میکنه با کشورهای دیگه، صحبت میکنه با آمریکا، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، کشورهای اروپایی. این رایزنی یعنی باج گرفتن، یعنی اینکه آقا تو به من چی میدی که من این بیبی تو رو، این عزیز دردونه تو رو، این جمهوری اسلامی تو رو زیاد اخش نکنم. اسرائیل از این ور رایزنی میکنه، صحبت میکنه با کشورهای دیگه، امتیازاتش رو میگیره، از طرف دیگه میاد بنیامین نتانیاهو کابینه جنگ داره، صحبت میکنه با هم به تفاهم برسن، هیئت دولتش، نمیدونم کابینش، مجلسش، که آقا ما در مقابل این جمهوری اسلامی همه متفق القولن که باید پاسخ داده بشه. الان بحث این که پاسخ بدیم یا ندیم نیست توی اسرائیل. یه حزب راست دارن که راست تندرو نیست، توی اسرائیل یه دونه هم دارن راست تندرو، نفتالی بنت، میگه آقا بزن همون اول بالا سریر هم بزن. اگر توی اسرائیل اتفاقی برای بنیامین نتانیاهو بیفته، کاندید بعدی، نفر بعدی که اتومات میاد بالا نفتالی بنته، که دو آتیشه تر از بنیامین نتانیاهوه. اینا باید برن خدا رو شکر بکنن که این اتفاق توی دولت نفتالی بنت نیفته. دقیقاً دست در نکنه. آفرین. اون اینو یکی رو راستی‌تر و تندروتر و وطن پرست‌تر و خیلی ببخشید کلش داغ‌تر از بنیامین نتانیاهو. این اتفاقی که امروز افتاد میتونه خیلی بازی‌ها رو عوض بکنه. شاید شما بگید یه دونه پهباد انتحاری زدن، حالا چیزی هم نشده. ولی اقدام به یک کار، انگاری مثلا میگن آقا یکی رو خواستن بکشن منجر به قتل نشده. اقدام به یک کار خودش جرم محسوب میشه توی قوانین بین المللی. شما فکر میکنید توی جنگ اوکراین و روسیه مگه پوتین نمیتونست بزنه کاخ ریاست جمهوری رو داغون بکنه؟ برای چی این کار رو نمیکنه؟ چون طرف یک مقام سیاسیه، جنگ دارن ولی مقام سیاسی با مقام نظامی خیلی متفاوته. جمهوری اسلامی حرکت‌های احساسی، حرکت‌های ایزایی، حرکت‌هایی که فکر میکنن خیلی قهرمانانه و دلیرانه است، میخوان از خودشون نشون بدن که یه پوزی نشون بدن برای، فقط برای مصرف داخلی، برای مصرف اینایی که نشستن اینجا میگن آقا بزن 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 بزن. همه این هزینه ها عجیب مردم ایران میره. شما تورم اسرائیل رو یک سال توی جنگ دیگه، تورم اسرائیل رو در نظر بگیر، یک سال داره با دو تا نیروی اهریمنی داره مبارزه میکنه، می جنگه. تورمش از پارسال به این وقت چقدر شده؟ توی ایران، ایران موشک زده، ایران پهباد شلیک کرده، قیمت دلار و سکه رفته بالا. بابا باید اول بیاد پایین که، یعنی ما یه کاری کردیم، چرا داره میره بالا؟ چون اقتصاد توی ایران اصلا اقتصاد درستی نیست، هیچ چیز سر جای خودش نیست. امروز کسی میاد
میاد توی تلویزیون جمهوری اسلامی به نام میرباقری که از مجلس خران رهبریه برمیگرده میگه آقا نصف دنیا بمیرن. اینا مرگ خودشون میشه شهادت، میرن توی بهشت بغل هفته حوری. آره سنوار عاشق شهادت بود، به آرزوش رسید، تو هم به آرزوت خواهی رسید. دیر و زود داره، سفت و سوز نداره. شما راجع به چند تا دیکتاتور صحبت کردید، ولی آخر عاقبت دیکتاتور هم همینه. یعنی این اتفاق به زودی خواهد افتاد، به زودی ممکنه یه هفته باشه، یک ماه باشه، یک سال باشه، ولی خواهد افتاد و شما خواهید دید. امیدوارم که خامنه‌ای به مرگ که سنوار دوچار شد دوچار نشه. امیدوارم به دست مردم بیفته. امیدوارم تو جایی برگزار بشه. میدونید جنایت‌های اینا باید علنی بشه تا عبرت تاریخ بشه، درس آیندگان بشه. اینها بدون محاکمه نمیرن، اینها بدون بازخواست نمیرن، همونطوری که صدام حسین عبرت تاریخ عراق شد، برای ایرانیان هم خامنه‌ای و عواملش عبرت تاریخ بشن. مرگ اینها نباید ساده باشه، نباید با تیر جنگی باشه. مرگ اینها باید به دست مردم ایران، بعد از اینکه اینها اومدن اعتراف کردن، گفتن که چه جنایت هایی کردن، بعد بمیرن. این اتفاقی که امروز افتاد خیلی مهرهای شطرنج رو جابجا کرد. یک حرکتی بود یونس که توی اینها رو خود حکومت هم، طرفداران خود حکومت توی اونها هم حساب کار دستشون اومد. دقیقاً. من یه ویدیو دارم مال چند ماه پیشه، مال چند سال پیشه، که اونجا یکی از سرداران سپاه توی یک مجلسی نشسته میگه خیلی از سرداران من کم آوردن. اون یکی پیجمه. خیلی از سرداران ما کم آوردن. توی اینها، داخل اینها دو دستگی پیش اومده که یک همچین حرکتهای جناب سهراب از اینا سر میزنه. تندروهایی هستن که همون جوری که نفتالی بنت میگه اون بالا رو بزن، دست راستی هستن. اینا هم خرزباللهی زیاد دارن که میگن آقا بزن و حساب کار رو نمی کنن. دقیقا. در خدمت. خیلی سپاسگزارم یونس عزیز و اتحاد نازنین و امیرخان نازنین. من امشب اگر موافق باشید، چون باور کنید دوران نقاهت بدی گذروندم، دوران مریضی بسیار بدی گذروندم، این لایو رو کوتاه انجام بدیم. عزیزان میدونم چون من یه خبر بسیار زیبا و خوشایند دل همتون دارم و میدونم که روزهای آینده احتیاج بیشتر داریم که عزیزان در کنار هم باشیم، لایو حضورا، شما نازنینان در ایران، چون خبرها داره همینجوری رنجروار داره امیر تونتون وارد عمل کرد میشه. اگر موافق باشید نازنینان و عزیزان، من کوتاه این لایو رو برگزار بکنیم و از حضور گرم شما مرخص بشیم. فقط یه چیزی بهتون بگم نازنینان، ما، من، امیر، عزیزان دیگه که در فعالیت هستن، ناصر، اتحاد نازنین، بانو میترای عزیز و عزیزانی که در حال لایو گذار هستن مثل کوروش، همه نیتمون اینه که ایران رو آزاد ببینیم. اما به چه بهایی بچه ها؟ باید ما خودمون رو بازیابی تر کنیم. باید شما ملت ایران آماده تر باشید. باید کماکان فقط نیاییم حرف بزنیم، در عمل کرد هم محکم باشیم. یعنی چیزی که آقای اتحاد بهش اشارهی کرد، یعنی اینکه آقایونی که در خارج هستن تا کی میخواید بمونید در خارج؟ فکر میکنید اون زندگیه؟ اون آسایشه؟ اون میهن توست؟ خیلی هممون میدونیم، ولی برای این کار باید هزینه کنیم. بچه ها یه خواهشم ازتون دارم، از امشبم دارم نمیگم، از چند شب پیش گفتم، امیر میدونه، اتحاد میدونه، میترا میدونه، بچه این پیج شده پادگان همه ما که بتونیم بیایم حرفای خودمون رو بزنیم، با رهبر تصفیه حساب کنیم، با جمهوری، با توسیا، با همه. خواهش میکنم از ایران درخواست ندید، خواهش میکنم
از ایران نمیشه بیارن بالا. علتش هم امیرخان رو بهش گفتم، آماده باشید کسایی که در این راه فعالیت میکنیم. ببینید بخشی از جامعه ما، اسم نمیارم، بخشی از جامعه ما آمادن که برن سر مرز. شوخی با تو نمی کنم، من با خیلی از عزیزان در رابطه هستم. توجه کنید عزیزان، از امریکا، از آلمان، از هلند، از چه میدونم کشورهای متفاوت. علت داره بچه های عزیز. میدونم آقای گوجانی نازنین، فدای تو بشم، فدای اون دل بزرگت بشم، قربونت برم. ما اگر حاضر میشیم من 7 روز بیفتم روی اون تخت روبروم که امیر دیده، بچه ها دیده، حالا امیر ندیده، شنیده با صدای ما، روی اون تخت مثل مریضا بشینم، من شما رو بیارم بالا، ما رو ریپورت کنن که بخندیم بگیم 7 روز آقا باج دادیم به کفتاری به نام جمهوری اسلامی. بذارید این پادگان بیایم یه 4 کلمه میگیم، امیر، یونس، اتحاد، عزیزان دیگه، روی رنج واقعی باشیم. وگرنه برادر من، من 5 تا 4 تا پیج دارم، همتون هم دارید میبینید، کف اخلاص. من امیر میره لایف لذت میبرم، به من زنگ میزنه، خودش میدونه، میگم امیر تو برو لااقل خالی نمونی، لااقل پادگانامون رو محکم بگیریم. من خوشحالم بچه ها یکی دیگه پیدا بشه این جور رو، این صفا و صمیمیت رو با هم بکشونیم بالا. استدعا میکنم، ما ریپورتیم. الان من از تک تک شما میپرسم، امیر ریپورت نیستی؟ هستی دیگه. ریپورت آقا اتحاد نیستی؟ هستی دیگه. الان نه، منظورم توی خلال. اذیت نمیشی؟ نمیتونی حرف بزنی؟ 5 دقیقه میاد صحبت کنی قطع میشی. پس بنابراین بذارید ما سمت درست رو بریم عزیزان من. وگرنه من دوست دارم همه شما، اگر مشکل رو به امیر گفتم، به اتحاد گفتم، به میترا گفتم، به خیلی ها گفتم، این مشکل رو من جوابش رو خیلی پیشتر میدونستم. این رو اگر تونستیم اون فضا مناسب شد حل کنیم، قول میدم بهتون از اون دهکوره جمهوری اسلامی هم بچه ها بیان بالا صحبت کنن. سخنان پایانی این لایو، اول آقای اتحاد، بعد امیر خان، بعد جناب یونس عزیز. من امشب یکم کسالت دارم، میخوام تمومش کنم که بریم فضای مناسبتر و شبهای آینده با خبرهای هورا. حالا به افتخار آقای سنوارم که این اتفاق افتاده، همه شما بنویسید جاوید شاه، نترسید که ما پایان دیکتاتوری رو با هم رقم بزنیم. بفرمایید آقای اتحاد. ببینید دوستان، نتانیاهو همینطور که اکثرا رهبران که زده توی خاک ایران هم زده، مطمئن باشین که خامنه ای رن میتونه بزنه، این شکی توش نیست. حتی یک مگسی که در ایران باشه میتونه بزنه. حالا چرا نمیزنه و چرا داره لاس میزنه هیچکی ما نمیدونیم، چون اینا پشت پرده کسایی هستن که دارن صحبت میکنن، چون منافعشون در خطره در اونجا دارن صحبت میکنن. حالا ما منتظر وامیستیم که چه خواهد افتاد در آینده. و من صحبتمو کوتاه میکنم، امیدوارم که همه ملت ایران به ایران بیاندیشن، به ایران فکر کنن و این سرزمین ما، این سرزمین اهورایی ما که یک پارچه هست و رضا شاه عزیز کبیر که واسه به یادگار گذاشته همینطوری نگه داریم و یک وجه از این خاک به دست بیگانگان نیفته. بس همه ما باید تک تک آماده باشیم، همه ما باید بیاندیشیم به ایران، همه ما باید فکر ایران باشیم. سپاسگزارم که من آوردیم بارا. بدرود جاوید شاه. سپاسگزارم، بدرود، باینده باشین جاوید شاه. بهت هم افتخار میکنم جاوید شاه. بدرود. آقا امیر نازنین بفرمایید. من اگه سهراب اجازه بدی، اول اینکه بچا یه چیزی سهراب گفت در مورد ریپورتی، من 2 دفعه افتادم، مجبور شدم گوشیمو خاموش کنم دوباره بیان تو لایو. و واقعیت هم چنین چیزی هستش. من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، خدا شاهده 3 دقیقه قبل 2 تا ایمیل اومد که پستی که حالا سهراب به من گفته چیکار کنم، اون کارا رو کردم، ایمیل اومده. تازه خیلی صحبت ها رو نمیکنم، 2 تا ایمیل اومده که آقا لایوتون رو ریپورت کردم و باید حذف کنید و حذف شده. اینو یه ذره چیز کنید. ولی هر کسی که دوست داشت، حالا من هر زمانی که لایو گذاشتم مشکلی نیست، بچا بیاین اونجا با هم دیگه صحبت کنیم. من 3-4 دقیقه سهراب یه دقیقه صحبت بکنم، چون نبودم میدونم اما حالت خوب نیست. یه چیزی رو اتحاد عزیز
اش خود در مورد لاس زدن زد. من اینو کلمه درستی نمیدونم، لاس نمیزنه، معقولانه فکر میکنه. و اینم ما بدونیم اصلا قراری نیست که کسی کاری بکنه که برای ما اتفاقی بیفته. این همیشه مد نظرمون باشه. ما اگه بخوایم خودمونو بندازیم تو دامن اینکه آی نتانیاهو کی میزنه آی کی نمیزنه، خب بیزه خیال باطل، یعنی به فکر این باشیم که خب یکی بیاد کمک ما میکنه، در صورتی که این درست نیست. همیشه گفتیم اقبال نتانیاهو بوده که این داستانا داره به وجود میاد. اگر این اقبال نبود، کدوم اقبال؟ اقبالی که باعث طلاق بین ملت ایران و حاکمیت شد، این بزرگترین اقبال نتانیاهو بود که امروز داره جنگ. بحث اینه که یونس کرد در مورد نفتالی بنت، به معنای واقعی سوراب یک اتحاد ملی توی داخل اسرائیل، هم از اپوزیسیون، هم از خود مردم، هم از حتی اون خانواده هایی که درگیر شدن و به اسارت گرفتن، اتفاق افتاده که اگر بیبی نتانیاهو هم اتفاقی واسش بیفته، نفتالی بنت پشتشه، نه اون نفتالی بنت، سیستم و اون تفکر پشتشه. کدوم تفکر؟ اول اسرائیل، میهنشون. اینم یادمون نره، خود ترامپ و بقیهشون گفتن ما در اولویت کارمون تضعیف شدن جمهوری اسلامی هستش. اتفاقی هم اگه بخواد بیفته، سهراب جان، به دست من و تو مردمه. اگر تو تفکرمون این باشه که یه کسی بیاد لاس بزنه و بیاد کشور واسه ما بگیره، داستانش میشه دوی جورگه، داستانش میشه عراق، داستانش میشه چیز دیگه. اگر میخواست چنین اتفاقی بیفته، یه چیزای دیگه. این جوابی یاری باباییرم بهش بدم که اینو مطمئن باش با اتفاقی که افتاده، جریان هواپیمای بیدوی که اومده، این بیدو رو بچه یادمون نره، بیدوی هواپیمای اون سنگر شکنی هستش که اصلا یه چیز با... فقط اینو بهتون میگم، نصف زمین فوتبال از سطح زمین اونجایی که چرخ قرار گرفته تا ارتفاعش 5.5 متره، یک چیز حیودایی هستش که امروز با ادبیاتی که جمهوری اسلامی داره، چون جنگ چند تا آیتم میخواد، قربونت برم، مردمه که ندارن، بحث پشتیبانیه که ندارن، ادبات جنگیه که ندارن، ببین به کجا رسیده که مجبور شدن که بیان گروه های انتحاری 4 تا دونه ماشین چیزی بزنن بکن. تو چند روز آینده اتفاقاتی خواهد افتاد، اون خواهد افتاد و میذاریم کنار. اونجایی که سهم ما هستش به نحو احسن باید انجام، کجا؟ پرچم، شعار و مسائل دیگه هستش. حالا ان شاءالله فردا شب بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. ممنونم سهراب جان، حالت هم خوب نیست. آینده ایران بر افراشا پرچم مقدس سرنگ شیر خوشی نشان جاوید شاد. مرسی امیر جان، خیلی لطف کردی. اگر وای که من بازه، آره بازه، سپاسگزارم امیر عزیز و یونس نازنین. و در انتها من خودم پایان صحبت رو من یه دقیقه من یه چیزی بگم جناب سهراب. بچه ها ببینیم، ما 300 نفریم الان توی این لایف، حالا چند نفرم بعدم ممکنه بیان سیف شده این لایف رو ببینن. من نقد رو میگیرم، 300 نفریم، از این 300 نفر 200 نفرش خارج کشور باشن، نه 250 نفرش خارج کشور باشن، 50 نفرش داخل ایرانن. از این 50 نفر 5 نفر بنویسن توی یه برگه به این کوچیکی، ببین اندازه کف دسته، نه پرینت اینتر میخواد، نه به قول معروف من ادعا میکنم یا ازتون خواهش میکنم که پرچم میشه، هیچی، یه برگه کوچولو اندازه کف دست با یه خودکار، مواد لازم وردار، روش بنویس جاوید شاه، 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا، هر چقدر که میتونی مشق شب کنیم واسه خودمون، سر راه، توی محل، توی ایستگاه اتوبوس، هر جا که فکر میکنی 4 تا آبر رد میشه، بابا داری رد میشی از توی کوچه خیابونی، پخش کن تو کوچه، نه صورتت معلوم بشه، نه صدات معلوم بشه، یه عکس، یه ویدیو در حد 5 ثانیه ازش بگیر، بفرست به امیر، بفرست به سهراب، من آدم فروشم، به من نفرستید، یه کار عملی انجام بدیم. این لایو یه ساعت نشستی، 2 ساعت نشستی نگاه کردی، دمت هم گرم، جیب جمهوری اسلامی رو با این مصرف اینترنت پر کردی، به اون خدمت کردی، حداقل یک 5 نفر، میدونم ممکنه 50 نفر این کارو بکنن، چه بهتر، 50 تا جاوید شاه بنویس، یه عکس بگیر که آقا توی این خیابون، توی این محل، توی این گذر، من 50 تا جاوید شاه پخش کردم. بابا این همه ما اینجا مینویسیم جاوید شاه، یه کارم اونجا انجام بدیم. بابا این پرچم نیست بگی من پرینتر ندارم،
ما نمیگیم توی A4 بنویس، ما نمیگیم عکس شاهنشاه رو پخش کن، یه جاوید شاه بنویس پخش کن توی کوچه و برزن، به خود هیچ هزینه ای نداره، هیچ دردسری نداره. عملگرایی در هست توانمون. خیلی صحبتم از یه دقیقه بیشتر بذارم. یونس نازنین و انتهای لایو هم هست، من عذرخواهی میکنم یکم آینده ایران و جاوید شاه خیلی لطف کردید، خیلی بهتون افتخار میکنم. جاوید شاه فداتون بشم. خب یونس عزیز رو هم داشتیم، سپاس از دوست عزیزم روح کوروش نازنین، سپاسگزارم عزیزم. وظیفه تک تک ما اینه که در هر کاری به درستی با سماجت راه رو طی کنید، به درستی. ببینید راستگو باشید، صادق باشید، از هیچی نترسید. آخوند هرچه حق بازی در آورد، هرچه نیرنگ بازی در آورد، نتیجه شد این سنوار، این آقای هنیه، این یا همون بگیم کلاغ، پر آقای حماس، خرس‌الله پر، آقای ایکس پر. بچه با عالی بودن رفتار خودمون و کردار خودمون و عمل کرده درست خودمون میتونیم نتیجه بگیریم. نگران این نباشید نازنینان من که یه چنین اتفاقاتی بیاد. آقا یه چیزی هم بهتون بگم، آقایون یه حلقه طلایی رو نمیبینید، بجدانان امشب نزدیک به 400 نفر در لایو شما بود دیگه، درسته یا خیر عزیز؟ شما یه مخالف دیدید؟ خیر. میدونید چرا؟ چون رایی به جز تأمل براش نمونده، نشسته امشب فکر میکنه خونش آباد، این که دیگه بابا اومده کار رو یکسره کنه، این اومده راه نداره. میگه ما اون لورا گور ببین جنگ برنوه، لا مثلا فکر کردی جنگ برنوه؟ نه، اینو به قصد کش میزنن. حالا جالب، درود عزیزم، مرسی جاوید عزیز و همه عزیزان. ببینید عزیزان من چون این سخنان رو میخوام تکمیل تر کنم، یک بار دیگه در انتهای لایو هم هستیم، این رو بهتون بگم، شرایط ویژه است، اما عمل کرد ما ملت ایران چگونه خواهد بود؟ من این رو بارها گفتم و به وضوح هم بیان کردم و باز هم میگم، اسرائیل به ما احتیاج داره، فقط یک طرفه نیست، ما به اسرائیل تنها احتیاج نداریم، اسرائیل و تمام مشتقات نتانیاهو، بنت و دیگران به ما احتیاج دارن، به عمل کرد ما احتیاج دارن. ما میخواییم کار رو یکسره کنیم. چگونه باید عمل کنیم؟ با روشی که ما در پیش گرفته بودیم. آقای اسرائیل و آقای بنت یا دیگران، اینها تازه به این مسئله رسیدن که بابا سپاه پاسداران هیچ بوده. میدونستید دارم چی میگم بچه ها؟ چند سال همه شما عزیزان کوشیدید، از تک تکتون سپاس گذارم، چند سال ما بارها و بارها گفتیم، انصافا گفتیم بابا این سپاه چیزی برای ارائه نداره. هیچکی باور نمیکن. اسرائیلیا فکر کردن آقا سپاه شمس و قمر میکنه. نه فداتون بشم بچه ها، بنویسید جاوید شاه، گفتم بار لایو رو میبره بالا که شما عزیزان بتونید در لایو بعدی، من امیدوارم فردا یکم حالم بهتر بشه و همینطوری بیشتر و بیشتر که بتونیم کار رو یکسره کنیم. ببینید منتظر خبرهای خوش باشید از زبان خودم. قال سهراب علیه السلام، پیشگویی که در عالم واقعیت پیشگویی میکنه و هیچ امامی هم نمیتونه متقابلش بیسته، هیچ، این پیشگو شوخی نداره. حالا پیشگو نیستیم، حالا ما شوخی هم میکنیم. ما قال سهراب علیه السلام، امشب و شبهای دیگه بارها بهتون گفتم امکان این که همه چیز برای براندازی در ید قدرت ماست به پایان برسه لحظه ای. منتظر خبرهایی باشید که شبهای دیگه در لایو های دیگه که اومدم براتون ارائه بدم، چون باور کنید از درون جمهوری اسلامی، از دل جمهوری اسلامی خبرهایی میرسه که اصلا ناباورانه است. یکیشو برای مثال بزنم براتون، جالب عزیزان نازنین، بذارید من اون پیجم هم بیارم بالا که عزیزان این انتهای لایو در خدمتتون باشیم. یه گوشه کوچیکی از چیزایی که بهتون میگم رو توجه داشته باشید عزیزان. در جمهوری اسلامی کنونی، توجه کنید آقای خامنه ای خوب بداند، در جمهوری
اسلامی کنونی مرگ نظام و اعتماد به رهبر نظام کاملا در بین سطوح حتی زیرترین افرادی که حامی جمهوری اسلامی بودن از بین رفته. تمامه. خوب توجه کنید. میخواید این رو تکرار کنم؟ در جمهوری اسلامی مرگ نظام و رفتن نظام تثبیت شده برای مردم و طرفدارانش، مچ شده. اون قشر خاکستری که دنبالش بودید میگفتید کجایی قشر خاکستری، بهتون گفتم ها، گفتم آقا اگر هر جا هست بهش یه پپسی بدید نیاد، اصلا احتیاجش نداری. جمهوری اسلامی نفسهای آخر رو میزنه، رهبر رو در هیچ مسلایی نخواهید دید. رهبر جمهوری اسلامی دست دادن با افراد بغل دستش را هم دیگه نمیتونه متقبل بشه، ترس داره. توجه کنید اینو دیگه قال سهراب علیه السلام با قاطعیت میگه. رهبر جمهوری اسلامی برای تشییع جنازه هنیه آمد، نماز خوند، اینجوری نگاه کرد، یادتون میاد دیگه، برای تشییع جنازه یا نمیدونم فیلم های آنچنانی جمهوری اسلامی از مراتبش بگیرید تا الی ماشاءالله، با ترس و وحشت آمد تا مصلا. خوب گوش بدید. برای آقای نیلفروشان که خودش منتخب کرده بود بره پیش حماس و خرس الله و از طریق سپاه و سوریه بره آن کار دیگر بکنه، نتونست بیاد اونجا اون نماز میت رو بخونه، نتونست بیاد برای مردم اطرافیان خودش، حامیان خودش عرض اندام کنه. علتش رو میدونید چیه یا نه؟ علتش رو بچه ها میدونید چیه یا نه؟ عبای خودش رو فرستاد، عبای خودش رو داد، گفت ببرید خاکش کنید با او. علم الهدا رو فرستاد که قربانی بشه. و خوشبختانه یه چیزی هم بهتون بگم ها، آقای رمزکار رو ببینید، رمزکار آقای نتانیاهو با این عمل کردی که امشب براش به وجود اومد، خانه او رو هدف گرفتن، خانه خمینی، اون مسلح هست، مسلحه رو بچسبید، خانه فلسطین در خیابان فلسطین رو بچسبید، اما یوجیبو رو بچسبن، این طرفدارانش رو میگم ها. آماده باشید دارم چی میگم. برای همین منظوره به همه عزیزان میگم، میترا دیگرم برام این فوری پشت من چیه، برای همین دارم بهتون میگم آماده باشید، وقت رفتن و پایان دیکتاتوریست. حالا در کف خیابان ما چی کار باید بکنیم، این رو هم بگم، از حضور گرم شما مرخص خواهم شد. اعلی حضرت رضا شاه دوم، شاهزاده رضا پهلوی، گل، نازنین، پادشاه پادشاهان، تاج تاجداران، یادتون باشه چی میگم، تاج سر ایرانیان، اعلی حضرت رضا شاه دوم با قاطعیت هر گونه مذاکره، حتی در مورد حرف زدنش در مورد جزایر سگانه ایران اهورایی ما، تنب کوچیک، تنب بزرگ و ابو موسی، هیچ گونه ما بحثی در هیچ جا نداریم. ببینید حقارت جمهوری اسلامی رو ببینید، وقتی کشوری حقیر میشه اولین حامی او یعنی روسیه و چین میان تثبیت میکنن کاری که اتحادیه اروپا امروز کرد، که بله جزایر سگانه مال اماراته. کدوم امارات؟ امارات مال من و شماست، امارات خاکش مال من و شماها بوده، اصلا اماراتی وجود نداشته باشه، هیچ چیزی وجود نداشته زمانی که ایران بوده و هست. تازه ما اگر خیلی وقتش برسه بحرین رو هم خواهید دید، بحرینی که در زمان قاجاریه و بعدها همین جمهوری اسلامی به نام محمد رضا شاه ثبت کردن که بله محمد رضا شاه این جنایت رو، نه آن رو هم خواهیم گرفت. یادتون باشه چی دارم میگم، قرارداد خزر رو در نظر داشته باشید، آن روز خزر رو خواهید دید بچه های عزیز. اون
2% که باقی مونده برای ایرانی ها رو به 100% خواهیم رساند، به 100% سهم خودمون در دوران اهورایی ما. من یادمه در کلاس سوم فکر کنم راهنمایی بود، همه عزیزان هم فکر کنم یادشون باشه، یادتون هست در سوم راهنمایی ما یه بخشی داشتیم، سوالی بود دو نمره هم بود، اون سوال این بود وصیت‌نامه پتر کبیر به پسرش و عاملان بعد از جنایت او چیست؟ از آب‌های آزاد غافل نشید، وارد بشید به ایران. امروز خود پوتین تو ایرانه، تفکر پتر کبیر تو ایرانه. فقط در دوره پهلوی ها بود که پتر کبیر و قزاق و داستان روس و داستان دم شوروی سابق از این مسئله حذف شده بودند. و ما سکوت نخواهیم کرد، ما ملتی ایران این حق رو از حلقوم شما با دلایل و استنادهای مختلف میایم و میگیریم. چپ دنیا غلط میکنه، یا کشورهایی مثل روسیه یا سازمانهایی مثل اتحادیه اروپا غلط میکنه که در مورد خاک اهورایی ما چشم داشته باشه. درسته یک کشور فلک زده شدیم، درسته کشوری شدیم که ارمنستانشو از ما جدا کردن، قرقیزستانشو از ما جدا کردن، آذربایجانشو از ما جدا کردن، اما اینا رو ما پس میگیریم. این گونه نخواهد بود و نخواهد بود. ما سهم خودمون رو میشناسیم، مدارک و ادلهشو داریم، سند ثبتیشو داریم. همین جوری بچه ها خوب گوش بدید، یادتون باشه همون طوری که عزیزان نازنین بارها بهتون گفتم و باز هم میگم، همون طوری که جمهوری اسلامی رو ما از پیشترها ناک اوت کردیم، تمام اینها رو هم ناک اوت میکنیم، تمام این تفکرات رو هم ناک اوت میکنیم، تمام این قراردادهایی که با چین و با کشورهای دیگه بستگی داده شده به شرایط مختلف از حلقوم اینا میکشیم بیرون. اما چگونه با درایت، با یک سیستم مدیریت سالم، با حضور یک رهبر واقعی، یک پادشاه دلسوز وطن پرست، با مردمانی که در اصل در کنار پادشاه باشن. شما نگاه کنید در سال 57 مردم کنار پادشاه ما نایستادن، شما نگاه کنید مردمان امروز ما در کنار خامنه ای نیستن، و برای همینه که شما خامنه ای رو زیر زمین میبینید. کجای کار رو اشتباه رفتیم؟ کجا رو درست انجام دادیم؟ این درسته، اینجا درسته که با هم انجام میشدیم. پس برای همینه که بهتون میگم نترسید، اول باید این استارت اهورایی رو با هم با دو دست خود جاودانه در خیابانها فریاد بزنیم و پس بگیریم. و اون خبر خوشی هم که میخواستم بهتون بدم این، توجه کنید، این که در روزهای آینده در یک شرایط بسیار ویژه‌ای ما لایو میگذاریم و خبرهایی رو میدیم و عزیزان در فضای مجازی فقط به فکر کف خیابان باشید. غافل نشید حسن علی بقال در شمال چی کرد، در جنوب چی کرد، در هلند چی کرد، در فلان جا. آقا لایو گذار هستید، آقا بذارید لایو گذارا لایوشونو بذارن. این شما هستید که باید بدونید چی میخواید. برید سراغ کسایی که در کنار شما و پادشاه شما هستند و خواهند بود. توجه کردید عزیزان؟ نکند باز بشینید و به خیال تفکر آخوندیس گولتون بزنن. هیچ جایی ما بجز براندازی و هیچ قراردادی بجز براندازی در بازوان و دستان خودمون وجود نداره. حسن علی بقال توی لبنان، حسن علی بقال توی نمیدونم فلان، به درد من و تو نمیخوره. خب اون خبره رو بدم، خیابانها مملو از جمعیت خواهد شد، نیروهای نظامی و سرکوبگرشون رو به خیابان میارن، دیگه ندارن بچه ها. اینا دیگه گروه نیابتی ندارن نازنینان. خرس الله با تیمش رفت پیش لقاء الله، سنوار با تیمش رفت پیش لقاء الله،
عزیزان من، همه اینهایی که نام بردن تا به امروز، اونایی بودن که توی خیابونها روی جوانان ما گلوله بستن. دیگه بچه ها اون خبری که میخواستید بگیم منتظرش باشید. اون خبر، من بعضا نمیشه خیلی از چیزها رو بگم، اون خبر مهم با تمام وجود براتون خواهم گفت، روز ساعتش رو هم براتون خواهم گفت، زمانش رسیده. لباس رزم بپوشید، دنبال این نباشید. ببینید سکه شده 45,000 تومان، بچه دلار شده 65,000 تومان. معناش رو بچسبید، مفهومش رو بچسبید. اون مغازه داری که امروز فکر میکنه مال و اموالش رو با در چیز بذاره، چه میدونم انبار بذاره، و بخواد به فکر این باشه که بله میشود کاری کرد، زهی خیال باطل. میدونی چرا؟ الان بهتون میگم. انبار تو دست مردم خواهد افتاد. سکه 50 میلیون تومان، ببخشید 50 میلیون تومان، خودی که من یه اشتباه تلفظی هم بعضا داریم، فراموش نکنید. 3 ساعت لایو میذاریم، بچه ها بنویسید اگر من اشتباه کردم. بله رو کوریش هم نوشته میلیون تومان. بله سکه 54، بله 54، من اشتباه کردم 45، 54 میلیون تومان. سکه 54 میلیون تومان، دلار 65 میلیون تومان. اگر بخوایم به هزارش بیاریم، یعنی 1000 دلار شما 65 میلیون تومان. بچه این فضا رو در نظر بگیریم. از همه شما، از همه اهورائیان یه خواهش بیشتر ندارم، بچسبید به آگاه دهی، وسائلتون رو آماده کنید، آماده بشید که کار رو یکسره کنیم. یعنی بیایم تو لایو بگیم بچه ها، نمیخوام بگم، نمیشه بگم، یه خبر بسیار مهمی دارم، نمیشه بگم. اون خبر شما مترصد این باشید و منتظرش باشید که به محض اینکه این خبر وقتش بشه بهتون خواهم گفت. نیروهاتون رو آماده کنید، کف خیابانی ها آماده باشید، زندانی هایی که در زندان هستن، بچه ها اونا نیرو و پتانسیل بیشتری از شما ها دارن. علتش رو هم بارها براتون گفتم، اون نیرویی که توی زندانه تا دندان جریحه داره، اون شخصی که توی زندانه با من و شمایی که در حال جنگ با زندگی هستیم تفاوت داره، اون میخواد انتقام خودش رو بگیره، اون تا دندان منتقمه. متوجه شدی؟ اون آماده است که کار رو تموم کنه، در زندانها رو با قدرت، افراد خودتون رو آماده کنید. حالا من در شبهای دیگه نمیخوام زیاد مزاحمتون بشم، چون من نگاه ساعتم میکنم که ساعت به اون لحظه برسه. بچه ها خوب توجه کنید، شبهای دیگه براتون توضیح میدم که علت این که زندانهای و زندانیبانها و مراتب مردم باید چیکار بکنن. در ایل بختیاری و ایلها و ایلات و اقوام مختلف مثل کردستان، مثل سیستان، مثلا عرب زبانان خوزستان و هزاران عزیز دیگر، در گیلان، مازندران، رشت، کرمان، اینا آماده باشید، بزرگاتون رو آماده کنید، صدا و سیماهای شهرها رو آماده داشته باشید. اونها میتونه هر کدومتون، حالا روشش رو یادتون میدم، نمیشه زیاد بگم، ولی اون خبره رو نمیشه بگم چون بهم گفتن نگو فعلا. شب نیکی داشته باشید. این لایو رو سیو میکنم، در یوتیوب هم میذارم، حتما ببینید، حتما به بچه ها پیشنهاد کنید ببینن، به بچه های نازنینتون بگید آماده باشن، وسائلتون رو آماده کنید، خانواده های بزرگ و کوچیک و چه میدونم طایفه ها، کینه ها رو بذارید کنار. اگر با کسی قهرید آشتی کنید. این لحظه، لحظه ملکوتیه، ساعات ملکوتیه، این لحظات لحظه ملکوتی. خرم آباد آماده بشه، آماده باشید. این لحظات، لحظات سرنوشت ساز من و شما هست. مرسی از همه.
تون به تک تکتون افتخار میکنم. امیدوارم این کسالت منم تموم بشه و با تمام وجود بیام در خدمت شما باشم. چی میگه؟ نه نمیشه فداتون بشم اگه بگم اصلا سیستم به هم میخوره. به من قولی که دادم روی قولم هیچ وقت نمیذارم فداتون بشم. فدای همتون بشم. به تک تکتون افتخار میکنم. یادتون باشه این لایو رو الان شیر میکنید میذاریم در خیلی هم بودی 400 نفر در لایو هستید. 400 نفرتون یک کامنت که بذارید میدونید چه قوقا میشه. بذارید. اینستاگرام این گونه است. با تعاملی که بالا میره. مرسی از همتون. میبینمتون، میبوسمتون از دورها و مطمئن باشید روزهای بسیار خوشی در پیش داریم. سنوار رفت، هنیه رفت، چه میدونم اینا رفتن و رهبر نوبت داستانشه که بعدا خواهم گفت. شب همگی خوش، دوستتون دارم. بدرود عزیزم.